دنی کاسولو میزنه که توه دروازه. دبل این بازیکن جلوی لیورپول و کامبک زدن منچستر سیتی. نفس هم بالا نمیاد. یو گایز، چطوری بچه ها؟ من امیر رضا هستم و اینجا کانال امید ایکس‌آر. خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم با پارت ششم کریر پلیر دنی کاستلو، رفتیم منچستر سیتی و میخوایم یه داستان جدید رو برای دنی کاستلو بسازیم. اگه دیگه چهره من نام کنی ناموسن، هر کی رو دوست داری برای انرژی دادن به من و حمایت کردن از من، یه لایک فقط لازمه، با یه کامنت کوچولو سابسکرایب بزن و زنگوله گوشش رو حالت آل بذار. لتس گو، بزن بریم سراغ پارت ششم. ایش فصل چیه این بازی رسیدیم که اولین بازیمون با لاس پالماس. من چهره پلیرمون رو حتی عوض کردم اینجا. اگه ما بله چهرهشو مدل موشو من عوض کردم که قشنگ باحال بشه. اوورال خوبی هم داریم، به نظر من اوورال 84 بر سن ما خیلی عالیه. خب اینجا هم داریم نقل انتقالات روز جهان رو می‌بینیم. بریم سراغ این بازی که عقبیم. ببین امیدوارم که یه موقعیت خوب دست ما بیاد که خودمون رو به پپ گواردیولا ثابت بکنیم. همین اول کاری تیمه هستیم که قویم دیگه. خب این که اصلا نداشت ما هر کاری کنیم. کورنر رو داره واقعا به ما بزنی، خودش من خودم نمیذارم من بزنم. اصلا بی‌حرمتیه به کوین دیبروینه بزرگ، من خودم نمیذارم. یه پاس برای دنی کاستلو، یه برگردون که نرسان دروازه‌بان قرار میگیره. 2-0 هم عقب. یه سولو راند اونجا دنی کاستلو هالند رو میبینه. یه پاس برای ارلینگ هالند، پاس گل دنی کاستلو که بله ارلینگ هالند گل رو میزنه. این پسر نروژی. خب ببین اگه دودو کنیم واقعا میتونیم مهره موثری برای تیم پپ گواردیولا باشیم. دنی اینجا دوباره یه پاس برای ارلینگ هالند، هالند میده به دنی کاستلو. دنی کاستلو یه بغل پا، دروازه ما به خوبی میگیره. عالی بوده دنی کاستلو توی این بازی، واقعا میتونم بگم مرحبا پسر از برزیل که نه، از آکادمی بارسلونا بازی خودش رو شروع کرده و الان به منچستر سیتی اومده. کوین دی بروینه اینجا به شوت دودو میشه که وای من چقدر بد شوت کرد. و سوت پایان این بازی، بازی رو 2-1 باختیم که اصلا مشکلی نیست، با اصلا کل تیم اصلیمون هم نبود. دم شدیم که دیگه ای ولی یک چی از این بهتر. میریم برای هایلایت این بازی. به نظر من بهتر میتونه ترکیب من یونایتد من سیتی رو بچینه، ولی فعلا درست نچینده دیگه ترکیبو پپ گواردیولا. خوش اومدید به این بازی. گفته یا یه پاس گل بده یا یه گل بزن. از ما پپ گواردیولا این درخواست رو داشته. بازی همین لحظه شروع میشه. ببینیم توی این بازی پیش مقدماتی کی میتونه برنده این بازی باشه. یه سولو راند برای منچستر سیتی به دست میاد. اینجا دنی کاستلو پاس خودش رو سریع میده به فیل فودن و ارلینگ هالند. یه پاس از ارلینگ هالند که چه زیرتاقی شد، چه زیرتاقی شد. حیف که گل نشد. یه سولو راند دیگه برای منچستر سیتی. عجب سولو راندهایی میگیره دنی کاستلو. اینجا به راحتی هر چیز زد از بازی کنه ما رو، ما افتادیم. دقیقه 23 بازی، هنوز یک هیچ به نفع تیم حریفه. واقعا عجیبه که از این تیما گل داریم میخوریم. این که اصلا معلوم چی بود، اینو خودش هم نفهمید. یعنی یه بغل پاکه بازم دروازه بانا میگیره. دقیقه 50 بازی و یه موقعیت دیگه که باید ما استارتش بزنیم. کوین دی بروینه، یه پاس برای دی بروینه، ما رو در کنار خودش داره. اینجا هالند، یه پاس از کوین دی بروینه، کاستلو میزنه که توه دروازه. دنی کاستلو اولین گل خودش رو با لباس منچستر سیتی میزنه. این پسر برزیلیک با پاسکاری هالند و دی بروینه و دنی کاستلو به این گل رسیدیم. واقعا تفاوت تیم رو با میفهمیم، چه تیم قویه این تیم منچستر سیتی. برناردو سیلوا ببینیم چی کار میکنه، ما رو میبینه، ما هم فیل فودن رو میبینیم. فیل فودن یه پاس میده به ما، ما بدیم به ارلینگ هالند. هالند پاس میده به دنی کاستلو، میزنه که بازم تیرک دروازه مانع گلزنی دنی کاستلو میشه. این تیرک رو واقعا باید بردارن از این دروازه. ببین دی بروینه شروع کنه خیلی بهتره دیگه، داداش من باید شروع کنه. کوین دی بروینه اینجا دنی کاستلو، یه ضربه که بازم تیرک، تلس به تیرک رو داره میزنه. دنی کاستلو میزنه دوباره. چقدر بازیکن خوبی بوده تو این بازی، با اینکه باختیم ولی این بازی همش برای اینه که مربی بیشتر ما رو بشناسه.
که الان داره به خدا بگه میشناسه ما چه بازیکن خوبی هستی. تو این صحنه مشخص شد که چند تا شوت زدیم همش تیرک خورد. این بازی رو هم 2-1 باختیم با تگ گل ما و بسیار موقعیت که ما داشتیم و هر چی زدیم تیرک شد یا دروازه‌بانشون خوب پرید. بریم سراغ بازی مونشت گلادباخ که امیدوارم بتونیم ببریم. الینگ هالند هم اوورال شد 93 که خیلی قویه. دقت کرده باشید داره هافبک‌های ضعیف تیم رو میده. همه تیم اصلی فقط اون بازیکن 66 اصلی تیم نیست. بهترین ترکیبو داریم می‌بینیم توی این بازی‌ها. کوین دی بروینه وارد بازی میشه. این ورم دانی کاستولو با اون چهره زیبا و جدید خودش وارد این بازی میشه. بودن دانی کاستولو میده به ارلینگ هالند. تمام. ارلینگ هالند بهترین بازیکن تیم. 34 بازی و یکی چم جلو افتادیم و همین گلی که دیدیم با بریم ببینیم میتونیم گلی به ثمر برسونیم یا نه. فودن میشوته. دفعه پاس داد. دانی کاستولو میتونه توپو بگیره ولی نذاشتن بازیکن حریف. دقیقه 48 بازی هنوزم یکیچ به نفع تیم ماه با همون پاس گل دانی کاستولو. یه موقعیت دیگه برای تیم منچستر سیتی. اینجا هالند یه پاس میگیره از دانی کاستولو. کاستولو رو پشت خودش داره. ببین چی کار میکنه. یه پاس از هالند که به بهترین شکل ممکن شوتو میزنه دانی کاستولو. یه موقعیت دیگه دوباره دست دانی کاستولو. این موقعیت نه اونور دارن بازی سازی رو انجام میدن که اینجا اصلا چی شد. اینجا یه باگ بازی ما دیدیم. هنوزم بازی یکی هیچ به نفع ما. دقیقه 66 خودشو داره دنبال میکنه. ببینیم دانی کاستولو میتونه به موقعیت برسه یا نه. دانی کاستولو یه بغل پاک در دست دروازه اون قرار میگیره و سوت پایان این بازی یکی هیچ بردیم با پاس گل دانی کاستولو. ارلینگ هالند به گل رسید و این بازی رو 3 امتیازش رو گرفتیم. اسکیل پوینت هم گرفتیم. یه 3 تا اسکیل پوینت گرفتیم که بریم خرجش بکنیم. واقعا امسال دیگه لازم داریم خرج کردن و خیلی هم لازم داریم. روی پاسمون هم به نظر من کار بکنیم. لاین پاس که لاین پاسمون رو کار میکنیم. اوورالمون چند شد؟ اوورالمون هم 84 مونده فعلا. یه همون جام سوپر جام انگلیس با منچستر سیتی با لیورپول بازی داره دیگه. خودتون میگم اینو میدونید، من بهتر میدونید دیگه. برنده لیگ با برنده جام حذفی بازی میکنه دیگه. بریم سراغش که امیدوارم بتونیم این بازی رو برنده. او مای گاد. صحنه‌های جالبی که می‌خوام ببینیم فیکس شدیم برای این بازی یا نه. اولین بازی رسمی ما تو فیکس تیمه یا خدای من. ببین چی کار می‌کنه. اینجا دمبلو میذارن زمین بازیکن و می‌خوام ببینم اینا کی فیکس این بازی شده. اینجا چهره این بازیکن رو داریم می‌بینیم که میاد می‌بینه چی فیکس نیست و ناراضیه. اینجا دانی کاستولو میره به چی داره میرسی پسر تو؟ فیکس منچستر سیتی شدی. چی از این بهتر؟ این بازیکن برزیلی که بدون هیچی شروع کرد فیکس شد. خب ببین ترکیب اصلی رو بالاخره چیند و بریم سراغ هایلایت این بازی که خیلی هم جذاب میتونه باشه و بازی لیورپول منچستر سیتی. به دست بیاد اینجا دانی کاستولو ساند میکنه برای هالند که توی دروازه. پاس گل دانی کاستولو رو داری میبینید. واقعا چقدر داره خوب پیش میره این کریه. و سوت پایان 1-1 مساوی شد با کای هاورس و ارلینگ هالند و مستقیم هم میره پنارتی ها. یا خدای من دانی کاستولو داریم میبینیم با پنارتی. ببین همونطوری که دیدید رفت صحنه‌های پنارتی و باک شد بازی. نمیدونم کیا فهمیدن یا نه دیگه، من کلا کاری نمیتونستم بکنم. حالا ما دوباره سیو داشتیم، دوباره میریم برای بازی لیورپول که امیدوارم یه پنارتی ها کشینه نشه. یه خیلی اتفاق عجیبی بود این باگ و من تالا ندیده بودم که گیر بکنی تو ضربات پنارتی و نتونی بزنی بره جلو. بازی سوپر جام انگلیس دیدید که اولین بار خواستیم این بازی رو برگزار کنیم. 1-1 مساوی شد و رفتیم پنارتی ها و باگ شد، نتونستیم پنارتی ها رو بزنیم. زفدر کار نمی کرد ولی الان دوباره اومدیم بازی که یکیچ هم جلو افتادن لیورپولیا. یه پاس برای کوین دی بروینه. دی بروینه میتونست بهتر از این عمل بکنه. بازی هنوز یکیچ به نفع لیورپوله که خیلی هم غیر منطقی این حرکت داره اجرا میشه. ما این بازی رو مساوی کرده بودیم. بدبختی و بکشیم دوباره این بازی رو انجام بدیم. هالند اینجا هالند داره برای خودش تکنیکی میزنه که بنا نزنه. به نظر من تکنیک الان به درد نمیخوره. اینجا فقط گله که میتونه به تیم ما کمک بکنه. اینجا فودن و دانی کاستولو خیلی با هم مچ شدن. دانی
کاستولو میاد ضربه رو بزنه که برخورد میکنه به دفاعهای لیورپول. یکی چنوز به نفع لیورپول. دقیقه 50 به دقیقه 45 امیدوارم که بتونیم این بازی رو ببریم. دنی کاستولو میره برای این سانت، سانت میکنه درون دستانه این دروازه قرار میگیره. هنوز یکی هیچ به نفع لیورپول. دقیقه 57 بازی دنی کاستولو یه سانت میکنه که قشنگ میرسه به ارلینگ هالند که آفسایدش رو گرفتن. دقیقه 72 بازی امیدوارم که بتونیم این بازی رو مساوی کنیم و بره پنالتی ها. دوباره دنی میرسه که توی دروازه. دنی کاستولو کی فکرشو میکردی توی به گل برسه؟ من که خودم باورم نمیشه گل زده دنی کاستولو. امیدوارم که 2-1 نشه. نشد. یه سولو ران برای منچستر سیتی. دنی کاستولو میتونه ستاره ی این بازی بشه. یا خدای من. دنی کاستولو میذاره که توی دروازه. دبل این بازی کن. دبل این بازیکن جلوی لیورپول و کامبک زدن منچستر سیتی. نفس هم بالا نمیاد. چی داره میشه؟ تمام. بردیم ما. بله اینجا صحنه جام بردن بالا داره. میبینی که کوین دی بروینه. اصلا دنی کاستولو نبود منچستر سیتی این جامو نمیتونست ببره. هشمام داره از این میرسه که چه جامی رو برامون گره با چه گلایی. اصلا باورم نمیشه اینطوری بشه. اینجا توپو برمی‌داره کاپا دی بروینه و میریم بالا. هنوز شروع نشده اولین جام خودمون رو گرفتیم. واقعا عجیبن غریبای همه چیز. چقدر خوشحالم واقعا. چقدر خوشحالم که تونستیم این سوپر جام رو برنده بشیم. رسیدیم به بازی سوپر کاپ اروپا که چقدر جام داریم میبریم. ببین رسیدیم به سوپر کاپ برنده لیگ اروپا با برنده لیگ قهرمانان. دوتا بازی چقدر تاپ داشتیم پشت سر هم. دارم کیف میکنم تو این پارت که اگه این جامو ببرین دابل جاممون میشه. یه جام که از قبل داشتیم توی بارسا، اینم میشه یه دومین جام و سه تا جام در واقع ما گرفتیم با دنی کاستولو. آمارشو تا اینجای فصل ما بریم ببینیم. هنوز بازیاشون نشده. الان من ببینم آمارشو واقعا پشماتون میزه. 4 بازی 3 گل خیلیه. با 2 تا پاس گل برای بازیکنی به سطح ما واقعا میتونه عالی باشه و آینده ما رو داره نشون میده. بریم سراغ این بازی که امیدوارم بتونیم این جام هم برنده بشیم که کوین دی برونه رو تو این بازی نذاشته. نمیدونم برای چی ولی نذاشته. اومدید به سوپر جام اروپا. قهرمان لیگ اروپا با قهرمان لیگ قهرمانان رو بازی میکنه. ببینیم چه تیمی میتونه برنده این بازی بشه. دقیقه 16 بازی یه ضربه ایستگاهی برای تیم منچستر سیتی به دست اومده که میریم برای انجام این ضربه ایستگاهی که امیدوارم یکی از بازیکنهای ما ضربه هدو بزنه. ارلینگ هالند میتونست بزنه ولی نرسید به خوبی به توپ. اینجا گواردیول، هالند، فیل فودن، کاستولو. ببینیم چی کار میکنه این پسر برزیلی. از چندین بازیکن رد شد ولی خود بازیکنهای ما این کاری کردن که ما توپ دست بدیم. دقیقه 23 بازی 0-0 مساوی. لیون منچستر یونایتد، منچستر سیتی. ببینیم چی کار میکنیم. روبن دیاز، گواردیول، یه پاس برای هالند. هالند به شوته که اینجا برگشتش توی دروازه. دنی کاستولو توی این بازی هم به گل میرسه. واقعا چی تو پسر، چه بازی کنی داره میشه. بازی 1-1 مساوی. عجیبن غریبا این بازی 1-1 داره میشه. عجیبه یکم چرا این بازی 1-1 شد. اینجا یه پاس برای هالند که پاس بهش نمیرسه. بازی 1-1 مساوی. دقیقه 44 خودش رو داره دنبال میکنه و دنی کاستولو هم توی این بازی گل زد و یه موقعیت خوب دیگه هم برای ما به دست اومده الان که ما میتونیم این پاس رو بدیم به هالند و هالند تمومش کنه دیگه. ببینیم چی کار میکنه این پسر نروژی که فعلا هنوزم توپو درون دستاش داره. این فیل فودن میزنه تا تمام. 2-1 به نفع منچستر سیتی. واقعا عالی بوده تیممون تا این لحظه. بازی 2-2 میشه. نمیدونم چرا هوش مصنوعی با ما لج داره. ما گل میزنیم اونا هم باید گل بزنن حتما. بازی 2-2 میشه. دیگه واقعا آخر خودم رو گذاشتم برای این بازی. یعنی کاستولو اینجا دوباره توپ دست میده و دوباره میگیره ولی دیگه اون قبول نیست. بازی هنوز 2-2 مساوی. دقیقه 64 بازی 65 بازی. لینگ هالند که وای من چی نرفت توی دروازه. رفت چی شد؟ خب چه عجب باگ نشد پنالتی. اولین ضربه پنالتی هالند که وای هالند خراب کرد. خب بازیکن تیم اونا میزنه و اونم خراب شد. اینجا یعنی
کاستولو میره برای ضربه پنالتیش، ببینید گل میشه که بله، دانی کاستولو به گل میرسه توی ضربه های ایسکایی، توی ضربه های پنالتی. شماره هفته اونا میزنه که ادرسون میگیره، ادرسون خودش میاد برای ضربه که میزنه، یه چیپ هم میزنه که میگیره. تنها ضربه‌ای که گل شده توی بازی ضربه ما بوده و این بازیکن یک یک مساوی همه چی. فیل فودن اگه نزنه واقعا خیلی بازیکن آشغالیه که اینجا چیپ هم میزنه. علاقه خاصی دارم به چیپ کنم، این شماره دهو بگیره واقعا میتونه خیالمون راحت بشه. ادرسون که بازم تیرک تو گل شد. اینجا اگه هر کی خراب کنه دیگه تمومه. این بازیکن 24 میزنه و توی دروازه گواردیول. این ببین این ضربه رو بگیره ادرسون تمومه، برنده است تیم. تیم برنده است، شماره 27. و ببینیم برنده اینجا میتونیم بشیم یا نه. شماره 27 ادرسون میزنه که توی دروازه. همه چی مساویه. اینجا فیلی این چیکار میکنه که به گل هم میرسه. اگه این ضربه رو واقعا ادرسون بگیره دیگه تموم میشه. یه ضربه خیلی حساس شماره 31 تیم لیون در برابر ادرسون یک واندر وان تیم منچستر سیتی که میزنه به راحتی گل هم میشه. رفتیم ضربات هفتم. این شماره این بازیکن به گل میرسه. بله توقعی نداشتم ازش ولی گل زد. اینجا ادرسون ببینیم از شماره 26 میگیری یا نه. پر جون هر کی دوست داری اینو دیگه بگیر، واقعا خیلی حساس شده. میزنه که میگیره ادرسو و تمام. قهرمانی منچستر سیتی در سوپر کاپ اروپا جانا، قهرمانی شیرین و لذت بخش. دو تا قهرمانی داشتیم تو این بار، یه دونه سوپر کاپ اروپا که قهرمان لیگ قهرمانان با قهرمانان لیگ اروپا بازی میکنه و یه دونم جام اتحادیه یا جام خیریه یا همون جام سوپر کاپ انگلیس که قهرمان جام حذفی و قهرمان لیگ بازی کرد که اونم بردیم. هنوز نیومده دوگانه رو کسب کردیم بدون هیچ بازی. هنوز نه لیگ شروع شده، نه لیگ قهرمانان، نه جام اتحادیه، نه لیگ، همه هیچی هنوز شروع نشده. بله اینجا صحنه جام بردن بالا رو داریم میبینیم. واقعا مهره اصلی بازم ما تو این بازی ما بودیم، ما خیلی خوب بازی کردیم و اینجا هم سوپر کاپ اروپا رو داریم میبینیم. به به این بازیکن واقعا باید بیاد ببره. دیبروینه کجا بود تو این بازی که بعد این بچه سال بیاد توپ، وای بین بچه سال قهرمانیمون میخواد جکش گش بگیره، واقعا ناراحت شدم. بله اینم از این قهرمانیمون که خیلی هم عالی بود. چقدر حال داد به من این پارت. ببین دوتا قهرمانی داشتیم که دوتاش هم عالی تر از اون یکی بوده و مربی هم دوباره از ما راضیه. کی اما ناراضی باشه، اصلا اومدیم منچستر سیتی زیر دستای پپ گواردیولا، اصلا بازیمون عوض شد. قبول دارید یا نه؟ کاسه توی پریمیر لیگ که امیدوارم این بازی رو ببینه، اولین بازی ما در لیگ انگلیس. خب بریم برای ترینینگمون که نمیدونم چه لولمون میره بالا. 9000 تا میخواییم تا لولمون بره بالا. خیلیه خیلیه واقعا، 9000 تا 7500 تا دیگه میخواییم و اوبرالون هم کنون نرفته بالا. بریم سراغ این بازی که الان تیم اصلیمون هست دوباره و اون شماره اون هفته دفته من بیاد بیرون. به نظر من گوندوغان بیاد تو. حالا به نظر من پپ گواردیولا نظرش محترمه و من هیچ کاری ندارم، دیبروینه باشه همون بسته برام. خوش اومدید به اولین بازی رسمی ما در پریمیر لیگ. ببینیم به گل میتونه برسه. به هر بازی که بر من سیتی انجام دادیم یا پاس گل دادیم یا گل زدیم، خود تو شاهدید گفته یه پاس گل هم بده. از ما کلا بازی سازی رو میخواد پپ گواردیولا. شماره 69 داریم اونجا میبینیم، 6 کیلومتر داره باهات میاد. اینجا هالند رو میبینیم، یه پاس برای ارلینگ هالند که تو دروازه. استاد پاس کیه؟ یعنی کاستولو. چه پاسی داد. یک یک مساوی دقیقه 28 بازی. یه موقعیت برای دنی کاستولو از این گوشه بعد این موقعیت رو بسازه. یه پاس برای ارلینگ هالند. ارلینگ هالند اون گوشه ما رو میبینه. دنی کاستولو خیلی بازی کنه پیچیده ایه. یه ساند برای ارلینگ هالند که میزنه گوشه دروازه میره بیرون. بازی چند چنده؟ بازی هنوز یک یک دقیقه 39 بازی. یه موقعیت دیگه داره درست میشه برای منچستر سیتی. واقعا خوب کار کردیم. هالند ما رو هم میبینه و بهمون پاس میده. دمت گرم پسر. یعنی کاسولو اینجا توپ دست داد. اول توپ دست بدیم دیگه تو این بازی مهم. یک یک هنوز مساویه و یه دونه سولوران به کی؟ برای ما. یه تک به تک برای به به دنی کاسولو. تک به تک با دروازه‌بان. واقعا بعد گلش کنه دنی کاسولو که میزنه تیرک دروازه. خدای من تیرک توی این پارت ما رو ول نمی کنه. بازی یک یک مساوی و یه دونه ضربه ایسکایی برای منچستر سیتی. واقعا تیرک ما رو ول نمی کنه. قبول دارید یا نه؟ هر بازی ما یه تیرک داریم. دنی کاستولو سانت میکنه که تو ده
وای من چه گلی زد رودری، چه پاسی دادی ما، وای چه بازی شده این بازی. 2-1 به نفع منچستر سیتیه. هالند، دنی کاستولو، اونور میبینه فیل فودن. فیل فودن به توپ نرسید. امیدوارم که این بازی مساوی نشه که چند شد 2-2 مساوی. 2-2 مساوی. اولین بازی خودمون رو 2-2 کردیم توی پریمیر لیگ که برده بودیم دیگه. حالا اینجا هوش مصنوعی ما رو بازنده مساوی کرد، ولی از بازی بعدی، از پارت بعدی دیگه بیشتر میریم گیم پلی رو انجام بدیم. دیگه چقدر مونده ببینم؟ 3200 مونده که این بازی رو اگه ببریم خیلی میریم جلو. بریم برای هایلایت این بازی که آخرین بازی این پارته. بریم برای هایلایتش. امیدوارم که بتونیم یه 3 امتیاز رو بگیریم از ناتان هام فارست و اینجا کوین دی بروینه و همه بازیکن‌ها هستن. اینجا هم پپ گواردیولا خودش، اینجا بچه‌های احتیاط گفته به ما یه گل بزن. چه بازی. اینجا کاستولو یه سانت میکنه برای الینگ هالند که کاستولو داره هالند رو آقای گل میکنه با پاساشا. یکیش به نفع منچستر سیتی میشه. اینجا بازی هنوز یکیچه و یه دونه ضربه ایستگاهی برای دنی کاستولو که فکر نکنم با ضربه ایستگاهی به گل برسیم. من اینجا میخوام بدم به کوین دی بروینه همین جلومون که پاسم میدم به هالند. اینجا پاسکاری فودن، ببینیم به گل میرسه که اینجا بازیکنهای حریف دور میکنن توپا، میده به هالند. هالند ببینیم چی کار میکنه این پسر نروژی. اینجا یه پاس برای دنی کاستولو که میاد بزنه اولین گل خودشو که اینجا دیگه دستم خورده بود شوتو زد. امیدوارم که مساوی نشه این بازی. هنوز یکی چه ماه و یه سولوران برای کی؟ برای ما دوباره. ببین امیدوارم که از این سولوران استفاده بکنیم. خیلی دوست دارم به این گلا برسیم و اولین گل خودمون رو توی پریمیر لیگ بزنیم که همین اتفاق هم میفته. اولین گلمون در پریمیر لیگ تو دوم این بازی میفته. واقعا عالی بوده. 2-0 به نفع منچستر سیتی میشه این بازی. سولو یه سانتر دیگه انجام میده. کلا عشقی داره به سانتر. هنوزم توپ عدس ندادیم. دنی کاستولو میره برای ضربه که نزد. نذاشتن ضربه رو بزنه. بازی 2-0 و نمره 10 هم گرفتیم. اینش خیلی جالبه که نمره 10 ما داریم درون دستای خودمون. دنی کاستولو میزنه که بغل دروازه. و سوت پایان این بازی. بازی رو 2-1 بردیم با گل کاستولو و پاس گل کاستولو. خیلی داریم خوب بازی میکنیم و نمره 10 هم گرفتیم تو این بازی. به نظر من برای این پارت کافیه. بریم آمارمون رو اول ببینیم. مربی هم دوباره ازمون راضیه و فیکس کامل هم شدیم. خب رسیم بازی شفید یونایتد که پارت بعدی میریم سراغش. اینجا ببینیم آمار کلی ما رو کلا ببینیم. 7 بازی 5 گل و 5 پاس گل. نمرمون رو تو ببین 10 10 10 هستن. وضعیت خرابی داریم ما و هالند هم حتی از ما کمتر گل زده. از این پشمون داره میرزه که ما بهش پاس دادیم بازم از ما کمتر گل زده. این بازی شفید یونایتد این پارت ششم رو به پایان میرسونیم. اگه داشتی تا اینجای ویدیو نگاه میکردی ناموسا لایک ویدیو فراموش شد نشه سابسکرایب بزن و زنگوله گوشش رو حالت آل بذار تا یه ویدیویی از کانال امید ایکس و یه ویدیویی از اف 35 بدرود.